احتمال بحثیه که اینجا میخواییم راجبش با هم صحبت بکنیم. بچه ها از سال گذشته ما با این مبحث آشنا شدیم. تقریبا سوالات خیلی مقدماتی راجب احتمال از سال گذشته مطرح شد. امسال تقریبا یه خورده مفصلتر با احتمال سر و کار داریم و این رو بدونید این مبحث تا خود کنکور با ما همراه خواهد بود. بنابر این خیلی مهمه که شما مفاهیم این مبحث رو به صورت کامل و درست بلد باشید. سوالاتی که باید بتونی حلش بکنی در سال هفتم و در مقطع هفتم اینجا مطرح میکنم، نکاتش رو بهتون میگم، خیلی راحت میتونیم باهاش مواجه بشیم و روش مسلط بشیم. اولین چیزی که میخواییم با هم صحبت بکنیم خود مفهوم احتماله. نگاه کن، احتمال یعنی شانس رخ دادن یک اتفاق یا پیش آمد. اولا بهتون بگم این واژه پیش آمد یک واژه‌ایه که شما باهاش سر و کار دارید. پیش آمد یعنی همین اتفاق، یعنی یک رخ داد. خب احتمال میشه شانس اتفاق افتادن یک رخ داد. مثلا میایم میگیم احتمال آن که در هنگام شب خورشید را در آسمان ببینیم چقدره؟ الان خود شما در هنگام شب خورشید رو تو آسمان ببینید، احتمالش چقدر؟ خیلی مشخصه، هممون میتونیم بگیم، اصلا یک زبون رایج بینمون، میگیم آقا احتمالش که صفره. خب خیلی از ماها به صورت درصد بیان میکنیم، میگیم آقا احتمالش 0%، اصلا امکان نداره که این اتفاق بیفته. حالا راجع به نحوه نمایش عدد احتمال هم با تون صحبت میکنم، فعلا چند تا مثال با هم مرور بکنیم. حالا یه مثال دیگه، میگن احتمال آن که روز جمعه تعطیل باشد چقدره؟ خب الان در حال حاضر در جامعه ما روز جمعه تعطیله، تعطیل رسمیه، بنابراین احتمال این که جمعه تعطیل باشه چیه؟ 100%. همه میگن آقا 100% جمعه تعطیله، یعنی همه تو ذهن ما اینه که آقا قطعا جمعه هفته بعد تعطیله. یه همچین چیزی رو هممون باهاش مواجهیم. اگر اتفاق قطعی باشه میگیم 100%، اگر اتفاقش غیر ممکن باشه، محال باشه، میگیم 0%. اما بینابین هم داره. بله، مثلا چی؟ بیاد بگه احتمال آن که در پرتاب سکه حالت رو ظاهر شود. خب ما میدونیم سکه دو رو داره، وقتی سکه رو میخوای پرتاب کنی یا به حالت رو میاد یا به حالت پشت. این یه اصطلاحیه که تو سوالات بچه ها استفاده میشه، میگن حالت رو و حالت پشت در پرتاب یه سکه. خب چقدر احتمال داره رو بیاد، چقدر احتمال داره پشت بیاد؟ خب دو تا رو بیشتر نداره، یه سکه رو بندازی چی میشه؟ 50-50، یا این روش میاد یا اون روش میاد، یا به حالت رو میاد یا به حالت پشت میاد. پس درصدش چقدر میشه؟ میشه 50%. درست شد. این مثالایی که اینجا آوردیم یک مثالهای عامیانه ای که ما تو ادبیات روزانمون باهاش مواجهیم. اما یه نکته ای، ما احتمال رو با حرف انگلیسی پی نشون میدیم. از الان باهاش آشنا باشیم. خود احتمال بین دو تا عدده، بین چه عددی و چه عددی؟ میگیم آقا احتمال بین 0 و 1. خیلی از بچه‌ها وقتی من اینو مطرح میکنم میگن آقا یعنی چی؟ ما که احتمال همین الان گفتیم، میگیم آقا احتمالش 50. نه، اشتباه نکن، ما نمیگیم احتمالش 50، میگیم احتمالش 50%. ما نمیگیم احتمالش 100، میگیم احتمالش 100%. خب چه اتفاقی میفته؟ ما با دو تا ادبیات مواجهیم، یا اینکه بگیم احتمال بین 0 و 1، یا اینکه بگیم بین 0% تا 100%. معمولا همه ماها از این ادبیات دوم استفاده میکنیم، یعنی به صورت درصد میگیم، میگیم آقا احتمالش مثلا فرض کن 50%، احتمالش 100%ه که این اتفاق بیفته، به صورت درصد داریم بیان میکنیم. شما برای اینکه بدونی حالت اول چیو داره میگه 100% رو به صورت کسری بنویس. الان باید بلد باشه دیگه، 100% به صورت کسری چی میشه؟ میشه 100/100. درسته؟ 100/100 برابر چی میشه؟ برابر 1 میشه. 0% رو به صورت کسری بنویس میشه 0/100. بیانگر چیه؟ بیانگر همون صفره. خب یعنی چی؟ بچه ها احتمال یک اتفاق یک کسره که نهایتاً این کسرمون میشه 1 باشه، خیلی هم اگه کم باشه میشه 0.
کسر ما یک کسر کوچکتر از واحده. یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا احتمال میتونه چی باشه؟ میتونه باشه مثلا یه عددی مثل 4/5، مثل 3/7، مثل 10/11. احتمال نداریم بگی آقا احتمال این اتفاق مثلا 5/3. نه، کسر بزرگتر از واحد نه. چرا کسر بزرگتر از واحد نه؟ چون کسر بزرگتر از واحد بزرگتر از یک میشه. احتمال ما نهایتا یک عددیه که نهایتش بشه یک، در خیلی از مواقع کمتر از یکه، یعنی یک کسر کوچکتر از واحده. نهایتا میتونه یک کسر واحد باشه، یعنی بریانگره عدد یک. پس احتمال بین 0 و 1، اینو تو ذهنمون داشته باشم چون خیلی مبحث مهمیه و خیلی از بچه ها باید این رو بدونن و در سوالات رعایت بکنن. اما خود احتمال یک فرمولی داره، پی میشه چی؟ همون احتمال. بیانگر چیه؟ تعداد حالت مطلوب به روی تعداد کل حالات. این میشه فرمول به دست آوردن احتمال. فعلا ما باید با این فرمول احتمال رخدادها و رویدادها رو به دست بیاریم و همه آنچه که ما باید بلد باشیم همین یه دونه فرموله. خب فقط دقت کنید، در مخرج تعداد کل حالته، ببین تعداد دارم میگم، تعداد کل حالت در صورت تعداد حالت مطلوب. حالت مطلوب یعنی چی؟ یعنی حالتی که خود سوال میگه. خب یعنی مثلا میگه آقا یه سکه رو بندازیم رو بیاد، یعنی اون حالتی که رو بیاد تعدادش چند تاست، درسته؟ حالا میخوایم سوال حل بکنیم، سوال حل بکنیم راجع به مباحث مختلف. چه تیپ سوالاتی مطرح میشه راجع به احتمال؟ قبلش یه نکته بهتون بگم، اگر اتفاقی حتما رخ بده احتمالش برابر 1 یا 100% همین چیزی که الان با هم بررسی کردیم. اگر اتفاقی حتما رخ ندهد احتمال آن برابر 0 یا 0% همه اینا رو با هم الان دوره کردیم. اما سوال، یک تاس را پرتاب میکنیم، احتمال موارد زیر را بیابید. الف، احتمال آن که عدد زوج ظاهر شود. خب ساده ترین سوالی که اینجا میتونه مطرح بشه یه همچین سوالی، میگه یه تاس داریم پرتابش میکنیم، احتمال آن که عدد زوج ظاهر بشه. خب نگاه کنید، ما میایم میگیم آقا شما گفتی که احتمال یه فرمول داره میشه تعداد حالت مطلوب به روی تعداد کل حالات. خب میایم میگی اصلا کل حالات من چیه وقتی یه تاسو میندازم؟ اینه که اعداد 1 تا 6 ظاهر بشه، 1 2 3 4 5 6. خب تعدادش چقدره؟ تعداد کل حالتهای ما که اینا باشه 6 تاست دیگه، خیلی بدیهیه. یه تاسو بندازی 6 حالت بیشتر نداره که عدد ظاهر بشه. اما تعداد حالت مطلوب ما چیه؟ قبل از این که بخوای تعداد بنویسی اصلا باید خود حالتتو بنویسی. میای میگی حالت مطلوب من چیه؟ عدد زوج ظاهر بشه. عدد زوج ظاهر بشه یعنی چی بیاد؟ یا 2 بیاد، یا 4 بیاد، یا 6 بیاد. خب حالا حالت مطلوبتو نوشتی چی هست؟ بله. حالا چیکار کن؟ تعدادش رو بنویس. چند تا حالت داره؟ 1 2 3. بنابراین تعداد حالت مطلوبتو چقدر میشه؟ میشه 3 تا. احتمالت چی میشه؟ میشه تعداد حالت مطلوب به روی تعداد کل میشه 3/6. ساده بکنی میشه 1/2. باز اگه بخوای به صورت درصد بیان بکنی بچه ها، 1/2 میشه چند درصد؟ میشه 50%. بنابراین این سوال شما خیلی راحت و خیلی شسته رفته به جواب نهایی رسید. در ذهنت داشته باش اول کل حالاتت رو به دست بیار، بعدش تعدادش. کل حالات مطلوبت رو به دست بیار، بعدش تعدادش رو در نظر بگیر و در نهایت تعداد حالات مطلوب بر روی تعداد کل. اما قسمت به این سوال چی میگه؟ احتمال آن که عدد فرد ظاهر بشه. خب در سوال قبلی گفته بود احتمال این که عدد زوج ظاهر بشه، حالا میگه احتمال این که عدد فرد ظاهر بشه. میگیم چی؟ میگیم تعداد کل حالات ما که همون 6 تاه، حالا حالت مطلوب من چی؟ عدد فرد ظاهر بشه، یعنی 1 3 و 5. تعدادش چقدره؟ من با تعدادش کار دارم دیگه. تعدادش چقدره؟ تعدادش 3 تاست. بنابر این فرمول ما که میشه تعداد حالات مطلوب به روی تعداد کل حالات میشه 3/6، که اگه ساده‌اش بکنی میشه 1/2 یا همون 50%. چی شد آقا؟
احتمال اینکه تاس بندازی عدد زوج بیاد شد 50%، فردم بیاد شد 50%. این دوتا دقیقا احتمال برابر دارن. اما فرض کنید یه قسمت جیمی هم داشته باشیم، میگه احتمال آنکه عدد کوچکتر از 3 ظاهر شود، اشکال نداره، ما خیلی راحت میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. میگیم تعداد کلمون که باز همون 6 حالتیه که حساب کردیم، اما حالت مطلوب ما چیه اینجا؟ میگه عدد کوچکتر از 3، نگفته خود 3، کوچکتر از 3. یعنی چی؟ یعنی 1 و 2 ظاهر بشه. خب حالا میگیم چی؟ میگیم تعداد حالت مطلوب ما چند تاست؟ 2 تاست. و از فرمول اگه استفاده بکنیم میشه 2 به روی 6 که ساده بکنیم میشه 1/3. نیازی هم نیست اینجا به صورت درصد بگیم. اصلا ما اگه همین 2/6 هم به دست بیاریم و به عنوان جواب در نظر بگیریم کاملا صحیحه. حالا ساده کردیم شد 1/3. این از اولین سوال. اما بریم سراغ سوال بعدی. انتظار دارید در 400 بار پرتاب سکه تعداد رو آمدن ها چند بار باشد؟ خب اینم یه سبک دیگه ای از سواله. الان دارم تیپ های مختلف سوالات رو بهتون میگم، سبک های مختلف سوالات در احتمال یه همچین شکلاییه که میبینید. براتون سبک های مختلف سوال آوردم، همینا رو یاد بگیری خیلی جلو افتادی. ببین میاد به ما میگه انتظار دارید، نمیگه حتما این اتفاق بیفته، میگه انتظار دارید 400 بار که یه سکه رو پرتاب کنی چقدرش رو بیاد. یکی از بچه ها میتونه بگه آقا من 400 بار سکه رو پرتاب کردم، هر 400 بارش مگه نمیشه رو بیاد؟ میگم آره میشه بیاد. میگه مگه نمیشه هر 400 بارش پشت بیاد اصلا رو نیاد؟ میگم آره میشه. اتفاق دیگه، یه دفعه دیدی شما 400 بار انداختی اصلا رو نیامد، شانس دیگه. ولی سوال چی داره میگه؟ میگه انتظار شما چیه؟ انتظار داری منطقی اگر بخوای فکر کنی انتظار داری چند بارش رو بیاد؟ خب ما اینطوری این سوال حل میکنیم، میگیم اولا بیایم ببینیم احتمال این که به حالت رو بیاد چقدره، احتمالش رو به دست میاریم. میگیم بعدش ضرب در چی کن؟ ضرب در 400 بارت بکن، یعنی 400 بار اون احتمال اتفاق بیفته. بعدش میبینی که انتظارت چه عددیو میگه. خب احتمال این که یه سکه رو بیاد چقدره بچه؟ 1/2، هممون میدونیم. حالا 400 ضرب در 1/2 میشه چی؟ میشه 200. بنابراین انتظار ما اینه به صورت منطقی 200 بار به حالت رو ظاهر بشه سکمون، ولی میتونه این اتفاق نیفته. ببین تفاوت دیدگاه ماست، انتظارمون اینه ولی ممکنه که این اتفاق نیفته. اینم یه سبک سواله.